سلام دوستان، من آذین هستم. میخوام براتون تعریف کنم که چجوری حسادت کردنم به بهترین دوستم کل زندگیمو نابود کرد. نیلا به معنای واقعی زیباترین دختری بود که تو زندگیم دیده بودم. اون دوست صمیمی من بود و در واقع ما از زمان دبیرستان همو میشناختیم. وقتی هر دو با هم یه رشته قبول شدیم و وارد کالج شدیم، اونجا بود که دیدم نگاه همه پسرای کالج فقط به نیلاست. خب نیلا واقعا زیبا بود و همه درباره چشمای آبی و رویاییش حرف می زدن. همه دلشون می خواست با اون دوست بشن تا بلکه اینجوری دیده بشن. تا اینکه یک روز یه پسر فوق‌العاده خوشتیپ وارد کالجمون شد. اسمش آیدین بود و من تو همون نگاه اول حس کردم عاشقش شدم. هرچند اون اصلا نگاه همم نمی کرد. اما ماجرا از اون روزی شروع شدش که فهمیدم نیلا هم دقیقاً عاشق آیدین شده بوده. خب بچه ها، من برای این داستان هم خیلی زحمت کشیدم. پس میشه قبل از این که برم سراغ داستان، اول یه لایک خوشگل برام بذارید و کانالو هم سابسکرایب کنید تا داستانهای جدید رو هم از دست ندید. آیسین، میگم آیدین خیلی مرد جذاب جلتنمنی هستش، نه؟ نمیدونم، شاید. چطور مگه؟ نکنه عاشق شدی؟ خیلی باهوشی. ببین، هفته دیگه به مناسبت انتشار کتاب جدیدم میخوام یه مهمونی قشنگ بدم. میخوام از آیدینم دعوت کنم که بیاد. نظرت چیه؟ چی بگم؟ آخه مهمونی توه. دعوتش میکنم. تو هم یه تیپ خوشگل و خفن بزن و حتما بیا، باشه؟ باشه. ببین من باید برم کتاب خونه. فلان. خدافظ. نیلا با این همه زیبایی که داره میتونه هر کی میخواد و انتخاب کنه. آخه چرا باید بیاد دقیقا عاشق کسی باشه که من دوستش دارم؟ میدونی؟ به نظرم عشق از دوستی هم مهمتره. باید تو مهمونی نیلا انقدر جذاب و زیبا بشم که آیدینم عاشقم بشه. باید برنده این عشق فقط خودم باشم. یک هفته گذشت و بالاخره روز مهمونی با شکوه نیلا فرا رسید. اما متاسفانه من از شانس بدم سرمایه بدی خورده بودم و مجبور بودم تو خونه بمونم. یه خبر بدم به نیلا بگم نمیام. الو نیلا جون، ببخشید من نمیتونم بیام. بعد بهت میگم چرا. باشه گلم، هرجور راحتی. ببین صدات نمیاد آذین. فعلا. الو. انگار زیادم براش مهم نبود. برم بخوابم بابا، اصلا مهم نیست. نیلا رو ببین، ویدیو از پارتیش فرستاده. آذین جونم، من و آیدین و بچه ها تو مهمونی هستیم. جات خیلی خالی عزیزم. بوس بوس. وای، دارم دیوونه میشم. پر رو قشنگ معلومه خواسته از همدن این عکس و فیلم رو بفرسته تا حرص منو در بیاره، چون فهمیده منم عاشق آیدین شدم. اصلا حالا که اینطور شد به درک که سرما خوردم. میرم مهمونیش، اونم بی خبر. آره، اول از همه هم باید یه تیپ خفن حسابی بزنم. اما وقتی رسیدم به مهمونی، طبق انتظارم آیدین و نیلا در کنار هم بودن. نیلا باهاش میگفت و میخندید. حتی دیدم که یه نوشته هم با هم رد و بدل کردن. از استایل قشنگ نیلا هم نگم که تا دیدمش کل اعتماد به نفسم داغون شد. کنارش شبیه مگس شده بودم. خلاصه
با همه اینا خودم رو جمع و جور کردم و رفتم جلو. من اومدم. خوش اومدی عزیزم. فکر کردم گفته بودی نمیخوای بیای. اگه میگفتی منتظر میموندم کیکمو با هم میبریدیم. اشکال نداره. خواستم فقط در کنارتون باشم. خب من میرم. بعضی مهمونا رو باید بدرقشون کنم. ببین از بس دیر اومدی دارن میرن خونهشون. میام الان. راستی سلام آقا آیدی. خوشحالم اینجا میبینم اتون. سلام، ممنونم. خوبی؟ سرما خوردی؟ آره، اما نگران نباشید. خوبم. یکم لپام گل انداخته، فقط همین. بفرمایید دستمال. بینیتون یه مقدار کثیف شده. چی؟ اچی؟ وای، ببخشید. من؟ بله، و این بود اون مهمونی شگفت انگیزی که فکرشو میکردم. حسابی آبرون با آب بینیم رفته بود و با اعصابی داغون برگشتم خونه. ای خدا، الان یعنی آیدین درباره من چه فکری میکنه؟ نکنه از فردا تو کالج به هم بگه آزین مفو. نه، بهش نمیاد اینقدر بیادبم باشه. وای نیلا، همش تقصیر توه. اگه اون مهمونی مسخره رو نمی گرفتی منم مجبور نمی شدم بیام. اوف. فردای اون روز اصلا دلم نمی خواست برم کالج، ولی امتحان داشتیم و مجبور بودم. تا اینکه آزین. سلام، خوبید؟ من راستش بازم راجع به دیروز معذرت میخوام. خیلی خجالت میکشم. ببین، میخواستم بگم که دیروزو فراموش کن. اتفاق خاصی نیافتاد. حتی الان که بهش فکر میکنم خیلی هم بامزه بود. واقعا؟ ممنونم. من باید برم، امتحان دارم فعلا. من اما رو ابرا بودم. این یعنی این که آیدین واقعا به من فکر میکرد. خلاصه کل اون روز تو کلاس به همین دو کلمه حرف آیدین فکر میکردم. حتی لباس عروسم رو هم انتخاب کردم. از ذوق زدگی زیاد تصمیم گرفتم اون روز رو پیاده تا خونه برم تا بیشتر به حرفای خوب آیدین فکر کنم. اما نیلا و آیدین با هم هستن؟ آره. آخه آزین ساده، چی فکر کردی؟ کدوم پسری آخه میاد دختر خوشگلی مثل نیلا رو ول کنه و عاشق تو یکی بشه؟ پس اون حرفایی که آیدین تو کالج به هم زدم همش از سر دلسوزی بودش، نه عشق و علاقه. چقدر الکی رویا بافتم. سلام آزین، چقدر دپرس میزنی این روزا؟ نه بابا، اوکیم. ببین، برای جشن روز ادبیات یه تئاتر رومیو جولیت قراره اجرا بشه. دارن تو سالن تست میگیرن و آیدین اون پسر جذابه هم قراره نقش رومیو رو بازی کنه. چی؟ واقعا؟ نقش جولیت رو کی بازی میکنه؟ راستش اونو هنوز انتخاب نکردن. گفتم که دارن تو سالن واسه بقیه نقشا تست میگیرن. گفتم اگه خواستی بری تست بدی. باشه باشه، ممنونم که خبر داری. الان میرم. رفتم تست بدم که چشمم به جمال نیلا خانم روشن شد. چی؟ نیلا تو؟ اینجا چی کار میکنی؟ ای آزین، تو هم اومدی؟ نکنه میخوای جدی جدی تست بدی؟ آره، من عاشق اجرا روی صحنه تئاترم. بچگیام هم تئاتر خیلی کار کردم. نمیدونم این نقشو بگیرم یا نه، ولی خیلی دلم میخواد قبول شم. حتما موفق میشی گلم. امیدوارم که وسط اجرا بخوری زمین، پاتو گچ بگیرن، دو هفته نیای کالج راحت بشم. اما نفرینم برعکس شد، چون وقتی نیلا رفت روی صحنه
همه محو اجرا شدن. رومیو کجایی عزیزم؟ نیلا اونقدر زیبا و ظریف بود و صدای نرمی داشت که نمیشد باهاش رقابت کنی. ولی یهو به خودم گفتم که چرا نشه رقابت کنم؟ اصلا میام مو به مو هر کاری که نیلا کرد و تقلید میکنم روی صحنه. وقتی نوبت من شد تا میتونستم صدامو مثل نیلا کردم و اداشو در آوردم. اما چشمم خورد به بقیه که داشتن همین جور به من ریز ریز میخندیدن و مسخرم میکردن. اینجوری شدش که بقیه اجرامو هم خراب کردم. و اونا هم البته نیلای زیبا رو برای نقش جولیت قبول کردن. آره، اون اتفاقای بعد پشت سر هم حسابی عقده ایم کرده بود. اما حدسش هم نمیتونید بزنید که باعث شدن چه بلایی سر دوستم بیارم. تو قسمت بعدی با هم میبینیم. لایک فراموش نشه. بای.